با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه هفتم دسامبر 2013 و 16 آذر ماه 1392. امروز در واقع باید یه صحبتی راجع به روز بزرگ دانشجو یعنی 16 آذر باز بکنم. یکی اینه و یکی در گذشته نلسون مندلاس که بازم اون احتیاج به یک بحث مفصل داره، منتها به نظر من چون مسائل فوق العاده مهمتر و گسترده تری الان در کشورمون هست راجع به اینها میشه صحبت کرد در جلسات آینده، ولی امروز دلم میخواد یه بحثی باز در دنباله همین توافقی که عرض شد که چند هفته پیش بین ایران و امریکا در اساس یا حالا 5+1 اون 5 خلاصه اون 5 تا به هر حال اونا هم به عنوان زینت توی این جریانات بودن، ولی در اساس بین ایران و امریکا این اختلاف بوده و حالا خواهم گفت که چرا امریکا یک چرخشی در سیاستش داد و چرا این به نفع ملت امریکا، به نفع ملت ایران، به نفع ملت جهان و منطقه است و از این جهت اهمیت بسیار بالایی داره. اونهایی که میخوان این توافق رو دست کم بگیرن، نمیم ترکمانچای و داستانها، متوجه اهمیت استراتژیک این قضیه نیستن. مسئله اتمی ایران نبوده، مسئله بسیار بزرگتر از این بوده. مسئله تغییر رژیم و تجاوز و تجزیه کشور ما بوده. این مسئله رو و نه فقط اونجا، سوریه به دنبال افغانستان و عراق و لیبی و سایر این کشورها که هدفشون، حالا اینو من باز میکنم و به هر حال، ولی راجع به در گذشته نلسون مندلا، من این هفته فرصت نیست صحبت بکنم، فقط میخواستم یک سلسله مقاله رو به عزیزان پیشنهاد بکنم از اونهایی که به اصطلاح اوتاریتی دارند تو این زمینه، از جمله جان پیلجر، فیلمساز مستندساز استرالیایی اصل ولی الان ساکن سالهای سالی که در انگلیسه و روزنامه‌نگار معروف و ترقی‌خواه، کسی که مسئله نلسون مندلا رو دنبال کرده، یعنی از دهه 1960 به ملاقاتش می‌رفته، باش مصاحبه می‌کرده، بعد که اومده از زندان بیرون باش مصاحبه می‌کرده و مقاله مفصلی هستش که عزیزان میتونن در سایت خود جان پیلجر پیداش بکنن. بعدش نفر دیگری که به نظر من اتاریتی اینو داره که راجبه مندلا صحبت بکنه، نلسون مندلا، بیل کلر که خبرنگار نیویورک تایمز بوده در افریقای جنوبی در دهه 90، یعنی بعد از اینکه نلسون مندلا از زندان میاد بیرون. الان اگه عزیزان برن در نیویورک تایمز این چند روز گذشته، سراسرش راجع به نلسون مندلاست و حالا میگم چرا. و از جمله بیل کلر که بعدان یکی از سردبیران نیویورک تایمز شد و آدم کله گنده ای شد، ولی به هر حال اونم مقاله مفصلی راجع به این قضیه که مقاله بدی نیست. ولی از همه مهمتر میخواستم پیشنهاد بکنم مقاله ای که پاتریک باند نوشته در کانتر پنچ هستش. پاتریک باند استاد دانشگاه در خود افریقای جنوبی، انسان ترقی خواهیه که سال هاست اوضاع افریقای جنوبی رو دنبال کرده، از قبل از در حقیقت بیرون اومدن
نلسون ماندلا از زندان و در زمان تبعیض نژادی و فاشیسم واقعا سفیدپوست‌های اروپایی در اونجا تا بعد از اینکه اومده و در این مقاله در حقیقت 4 سال ریاست جمهوری نلسون ماندلا یعنی از سال 1990 تا 94 رو دنبال میکنه و قدم به قدم و مو به مو باز میکنه که چطور نه تنها نلسون ماندلا بلکه اکثریت سران ANC یعنی در حقیقت African National Congress یعنی کنگره ملی افریقا تسلیم سفید پوستا، تسلیم بانک جهانی و تسلیم صندوق بین المللی پول شدند و چطور به ثروتمندای سفید پوست پیوستند، بخشی از هیئت حاکمه شدند. یعنی در واقع تنها تغییری که با بیرون اومدن نلسون ماندلا صورت گرفت این بود که هیئت حاکمه سفید پوست افریقای جنوبی تونست یک بخش در حقیقت سران همون ANC رو جذب بکنه، تبدیل به ثروتمندان بزرگی بشن و وضعیت اکثریت عظیم سیاه پوستان یعنی در حقیقت مردم اصلی افریقای جنوبی فوق العاده بدتر از سابق شده و به راستی تمام شواهد نشون میده که الان شرایط مردم افریقای جنوبی به مراتب بدتر از زمان تبعیض نژادی بوده. بنابراین هم جان پیلجر و هم پاتریک باند در این حال و بیل کلر صدها مقاله راجع به این قضیه بیرون، من فقط 3 یا 4 تاشه در حقیقت میخواستم فقط به عزیزان پیشنهاد بکنم، ولی مال پاتریک باند چندین صفحه هست، مقاله بسیار مفصله در کاونتر پانچ و باز میکنه برای اینکه هم اقتصاددانه هم پولیتیکال ساینتیست هستش، یعنی به اصطلاح استاد علوم سیاسی هستش و انسانیه که مرتب عزیزان این سالها اگر برن و مقالات دیگه پاتریک باند رو ببینن باز میکنه که قدم به قدم بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سیاست های نئولیبرال چطور اکثریت عظیم مردم افریقای جنوبی رو به خاک سیاه نشونده و نتیجه گیری که میکنن اینه که نلسون ماندلا شخصا یه انسان بزرگ بوده ولی میراثی که از خودش به جا گذاشت یه میراث بسیار بسیار تأسف انگیز و در واقع بدیه و نه در حقیقت یک میراث خوب. و برای همینه که غرب از ایشون یه پیغمبر ساخت و الان از جسد ایشون هم یک به اسلام مقبره بزرگ داره درست میکنه. علتش اینه عزیزان ببینن که عکس العمل فرزن من میتونم اسم ببرم، عکس العمل نیویورک تایمز نسبت به مرگ خیلی از سران قوام نکرومه، نیرره، گاندی، نهرو، عرصبت که سوکارنو، آینده، همه اینها و چطور کسانی رو بزرگ میکنن که به نوعی تسلیمشون شده باشن. نلسون ماندلا در این حال که من عرصبت که مقاله دیگه ای هستش از دزمن توتو که در حقیقت اسقف بزرگ افریقای جنوبی هستش و از دوستان من ماندلا بوده، اون البته خیلی تعریف میکنه از ماندلا برای اینکه خودش هم تا حد زیادی آدم نسبتا سازشکاری هستش دزمن توتو، ولی به هر حال اینا درس‌های تاریخی برامون داره. یعنی ما فقط این نیست که نلسون ماندلا رو در این حال که یه شخصیت بزرگ فداکار و کسی که 27 سال از زندگیش رو در زندان گذروند و از این جهت قابل احترام واقعا شخصا یه انسان بزرگ بوده و از خودگذشتگی های بزرگی واقعا در زندگیش کرده، منتها با نهایت تأسف در چند سال آخر زندانش رژیم باهاش
وارد مذاکره شد، از اون جزیره معروف رابین آیلند بیرونش رو برد، بردش به زندانهای دیگه و کم کم سران رژیم و سران پلیس سیاسی رژیم سفید پوست وارد مذاکره و بالاخره به قول معروف فقط اون نه تنها نیست، بلکه به حساب سران دیگه افریکن نشنال کانگرس یعنی کنگره ملی افریقا را هم به نوعی خریدنشون. فقط یه مثال بزنم که بعد از نلسون ماندلا امبکی اومد سر کار که تحصیل کرده ی انگلیس بود، تسلیم کامل واقعا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شد و براستی از پشت خنجر زد به ملت افریقای جنوبی و به ویژه به سیاه پوستان. الان جیکوب زوما که جای اون اومده و الان در حقیقت ریاست چیز رو به دست گرفته، فقط برای تعمیر خونش که این زیاد سر، فقط برای تعمیر خونش 27 میلیون دلار خرج کرده. عزیزان میتونن تصور بکنن که چطور اقلیت سفید پوست یک بخش از سران سیاه پوست رو جذب خودش کرد، بخشی از هیئت حاکمه شدن و کاملا پشت کردن به هم نژادی های خودشون، یعنی به اکثریت عظیمی از مردم افریقای جنوبی. درس توی اینا هست، یاد ما میتونیم، برای اینکه فقط تئوری نیست. فرضاً همینجا من به اصطلاح خیلی هستن و از جمله عرشبت که امس زر هستش، خیلی از تئوریسین های بزرگ افریقایی تبار که اینا شکاف اصلی یا شکاف عمده در سطح جهانی رو یک شکاف نژادی میدونن، یعنی مسئله بشریت رو مسئله نژادپرستی میدونن. خب آیا این درسی براشون نیست؟ بخشی از فمینیست ها شکاف رو شکاف جنسیتی میبینن، یعنی به اصطلاح فقط سرکوب و تبعیض علیه زنان میدونن. اینا همه هست و بسیار هم وخیمه، ولی همین فمینیست ها به یاد بیارن که خانم مارگارت تچر رو، مادلین آلبرایت رو، خانم هیلری کلینتون رو، خانم همین سوزان رایس رو، عرض شود که چیز ببینید که اینا از مردم فاشیسترن و دست راستی ترن. مسئله جنسیتی در این حال که بسیار بسیار پر اهمیته، نژاد فوق العاده پر اهمیت، ولی همه اینها در دل مسئله طبقاتی قرار میگیرن. یعنی موقعی که در افریقای جنوبی که یک درس بزرگ میتونه برامون بده، موقعی که یه شخصیت بزرگی رو مثل نلسون ماندلا لااقل به سازش بکشونن که به سازش کشیده شد و بقیه سران ANC رو بخرن، بانکه اینا سیاه پوستن و به همین دلیل هم هست که آقای اوباما میگه من شاگرد نلسون ماندلا هستم، به همین دلیل هم به خدمت عرشبت که وال استریت در اومد، یعنی در حقیقت مرتب از نلسون ماندلا. با همه اینا من نمیخوام نلسون ماندلا رو با یه آدمی مثل اوباما مقایسه بکنم، برای اینکه نلسون ماندلا لااقل موضع گیری شدیدی کرد علیه حمله نظامی به عراق که البته اوباما هم زمانی که سناتور بود چیز کرد اون زمان، ولی با ریاکاری هرچه تمامتر، و دولت امریکا رو نلسون ماندلا مرتکب جنایات عظیمی دونست. از آزادی انسان ها از فقر و نابرابری دفاع کرده. اینا البته بعد از اینه که از 1994 به بعد یک سلسله موضع‌گیری ها کرده که خیلی مهم بوده و دولت های امریکا و انگلیس رو خیلی هم عصبانی کرد، منتها دیگه از کار افتاده بود، برای اینکه نلسون ماندلا واقعا در چند سال اخیر اینطور که آشکاره واقعا حتی همسران هم سابق خودش رو مثل وینی ماندلا و یا همسر کنونیش رو نمیشناخته و فقط
سران ANC فقط می اومدن ازش استفاده یا سوء استفاده از معروفیت، مقام و بزرگی و بزرگمنشیش می کردن. جنگ علیه تروریسم رو محکوم کرده بود به طور کامل نلسون ماندلا. علیه نجات پرستی در امریکا چندین بار صحبت کرده، حتی در خود امریکا. دوستیش رو هیچگاه با فیدل کاسترو، نه تنها به کوبا رفت در ابتدای ریاست جمهوریش، بلکه از فیدل کاسترو همیشه، که اونم البته ما میدونیم که ارتش کوبا برای شکست به اصطلاح ارتش افریقای فاشیست افریقای جنوبی علیه انگولا نقش داشت و این کمک بزرگی به جنبش مردم افریقای جنوبی کرد. و همیشه هم نلسون ماندلا از سندیکای کارگری همیشه دفاع می کرده. بنابراین این چیزها رو داره، ولی با سازشی که با هیئت حاکمه سفید پوست دکلرک و سایرینشون و بوثا کرد، در واقع به نوعی کنگره ملی افریقا به اکثریت عظیمی از مردم افریقای جنوبی پشت کرد. و الان میدونیم که با شقاوت عزیزان دهه 1970 رو 76 رو به یاد بیارن که در سوئد و در افریقای جنوبی چه کشتاری شد و اون آغازگر یک جنبش بزرگ در افریقای جنوبی شد. ولی الان ما میدونیم که به دست همین حکومت سیاه پوست چه کشتاری شد از کارگران معادن طلا و پلاتین، یعنی به حساب طلای سفید در اونجا، و واقعا فقر گسترده و چیز هنوز در اونجا ادامه داره. نلسون ماندلا هم شخصیتش میتونه آموزنده باشه و همین که چطور شخصیت هایی به این عظمت موقعی که تن به سازشکاری و تن به ضعف بدن چه فاجعه‌ای میتونه برای خودشون و پیروانشون به وجود بیاره. یعنی از اون اصول و یا چیزهایی که خودشون مدعی این بودن پا پس بکشن. در این حد ولی در آینده من فکر میکنم میشود که هر شبت که راجع به میراث نلسون ماندلا صحبت کرد و منتها به عزیزان اگر خواسته باشن همین مقاله پاتریک باند به خوبی نشون میده و مال جان پیلجر همینطور، که به اصطلاح چگونه باید به این پدیده، هر پدیده ای رو واقعا از جوانب مختلف، هم جنبه های مثبت و هم جنبه های منفیش رو باید واقعا بررسی کرد. عرض شود که در مورد شونزدهم آذر فرصت نیست، وگرنه عزیزان میدونن که در 60 سال قبل چه اتفاقی افتاد. ملت ما این خاطره رو هیچگاه نباید فراموش بکنن. خیانتی که شاه به خاندان پهلوی و طرفدارانش به ملت ما کردن هیچگاه از خاطره ملت ما نباید برداشته بشه، علارغم تمام جنایاتی که رژیم جمهوری اسلامی به ویژه در 10 سال زندگی پلیدش علیه مردم ما و کشتارهایی که کرده. اگر شاه صدها نفر رو کشت، جمهوری اسلامی هزاران نفر رو به قتل رسوند علارغم همه اینها. ولی واقعا می شود گفت که اونهایی که بعد از انقلاب پرعظمت 1357 به قدرت رسیدن دنباله 28 مرداد بودن. ما خوب به یاد بیاریم که بعضی ها هستن که میگن خب عرض شود که جمهوری اسلامی گرایش های متفاوتی درش بوده، شما چرا به اصطلاح فقط عرض شود که میگید که فلان شده و بهمدان شده؟ قدرت واقعی درد بوده از روز ورود خمینی و نطق معروفش در بهشت زهرا. قدرت واقعی در دست کی بوده؟ در دست نمان بنی صدر بوده، بازرگان بوده، صحابی بوده، حتی پیمان که از حبیب الله پیمان که از مشاورین درجه اول خمینی بود، قدرت دست اینا بوده؟ ابدا.
باید ببینیم قدرت واقعی و حرف کی برایی داشته و با هر کلمش خون به راه می افتاده، با هر کلمش، با هر نطقش خون به راه می افتاده. و حوض ما داشتیم که از فوارهاش خون می اومد بیرون. بنابراین علارغم همه اینها، علارغم همه این خاطراتی که خود من موقعی که به یاد میارم نمیتونم به اصطلاح بی تفاوت بمونم، برای اینکه این بر سر ما، شخص ما نیومده، بر سر یک ملت اومد. ولی خاندان پهلوی و کودتای امریکایی انگلیسی در واقع آغازگر اون چیزی بودن که هنوز ملت ما خودش رو از اون رها نکرده، استبداد. من فقط پیام 4 دانشجوی زندانی رو، فرصت نیست، میخونم و عزیزان به یاد بیارن که 60 سال پیش در چنین روزی ارتش شاهنشاهی به دانشگاه تجاوز کرد و 3 انسان بزرگ کشته شدن، شهید شدن در این روز: مصطفی بزرگنیا، احمد قنچی و شریعت رضوی. ولی 10 نفرم زخمی شدن و این کشتارها واقعا در زمان شاه ادامه پیدا کرد. سال 1341 خود من که انترن بودم، در تجاوزی که کماندوهای شاه دوباره به دانشگاه حمله کردن، خود من اون موقع تو بیمارستان 1000 تخت خوابی، حالا من نمیدونم اسمش چی گذاشتن، ولی ما در حقیقت زخمی ها رو اونجا می آوردن و بعضی از کشته ها رو. سال 41 دوباره اینا حمله کردن به دانشگاه تهران. ارتجاع فقط این حمله اول و دوم و سومش در زمان جمهوری اسلامی، ببینید چه حملاتی به دانشگاه شده و چه کشتارهایی ده ها برابر زمان شاه از دانشجوها شده. بهاره هدایت، عبدالله مؤمنی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد بهاور، اینا اعلامیه‌ای از درون زندان بیرون دادن که من همه‌شو نمیتونم بخونم. دانشجویان زبان صریح نقد قدرت، قدرت تمامیت خواهه، هم در زمان شاه بوده و هم در زمان جمهوری اسلامی، که در کام نمیماند، یعنی این زبان صریحش، حتی به زور زندان، از درون زندان. این یه تفاوته که ما از درون زندان نمیتونستیم اینطور صدامون رو به گوش مردم برسونیم. این درسته. دانشجو کوشنده آزادی اکادمی، یعنی دانشگاهیه، حتی اگر اخراج یا ستاره دار شود. چقدر از اینا ستاره دار شدن. و خط قرمز دانشجو تعهد به دموکراسی و حقوق بشر برای همه و مقابله با استبداد رأی و جزمندیشی در همه عرصه هاست. من فقط با یه شعر این صحبت خودم رو، این بندها را پاره کن، تیپا به این بستر بزن، از لاک این رخوت درا، چرخی در این سنگر بزن. در صحن هر دانشکده گلهای آذر سر زده، این کاشفان نور را بر تارک آذر بزن. بیدار کن آن یار را، پرنغمه کن گلزار را، گر بسته بود این در برو بر آن در دیگر بزن. سرزنده کن آن یاد را، بیداد استبداد را، این عبرت تاریخ را بر برگ هر دفتر بزن. در سالگرد این ستم با دیگران شو هم قسم، یک دست یک دل گرد هم بر قلب شب خنجر بزن. دانشجوهای ما در واقع دانشگاه همیشه سنگر مبارزه بوده. در زمانی که خود من بعد از 28 مرداد اونجا بودم، روزی نبود که واقعا یک حرکت نباشه، به ویژه دانشکده فنی. البته دانشکده پزشکی هم گهگاهی حرکت هایی می کرد، ولی اکثرا از دانشکده فنی شروع می شد. ولی به هر حال همین این سنت ادامه داره در بسیاری از کشورها.
الان دانشجوها در جاهایی مثل کانادا و شیلی اصلا پیشتاز جنبش شدن. در شیلی چندین نفرشون در انتخابات اخیر اصلا رفتن به مجلس. در کانادا عزیزان ببینن تمام صحنه کانادا رو در سیستم فاشیستی هارپر دارن تغییر میدن. بنابراین دانشجوان دلیلش خیلی آشکاره که چیه. مثل زمان انقلاب اکتبر نیست که بچه‌های مش بورژوا باشن و به صورت کارگرا خیلی عزم میخوام توف مندازن. در زمان انقلاب سوئیس اینجوری بود، در حالی که فرزند در انقلاب چین نقش بزرگی دانشجوها داشتن. و بعدش در زمان حاضر و در زمان جهانی شدن، دانشجوها بخش جدایی ناپذیری از طبقه کارگر شدن، اکثریت عظیمشون، نه همشون، اکثریت عظیمشون. برای اینکه الان همین نطقی که همین امروز آقای روحانی در دانشگاه داشته که نکات مثبت و جالبی هم داشته در این نطقش، خودش به اصرا اذعان میکنه که در سال آینده 4 میلیون دانشجو میان و ما برای اینا باید کار پیدا بکنیم. در خود امریکاش هم اینطوره. در اروپا نگاه کنن عزیزان، دانشجوها بخش جدایی ناپذیر از طبقه کارگران، همینطور که زنان هستن، همینطور که کارمندان هستن، بخشی از به اصرا اینا کارگرای به قول معروف یقه سفید هستن، کارگران فکری هستن. که حالا من یه بخش در اون بخش آخر به اصلا صحبتم که از هری بریورمن نقل قول آوردم، اون صحبت میکنه که چطور یقه سفیدها در اثر information technology، یعنی تکنولوژی به اصطلاح هر شبت که اطلاعاتی و این انقلاب یا شبه انقلابی که به وجود اومده، یقه سفیدها کاملا بخشی از طبقه کارگر شدن. که دانشجوها بخش، برای همینه که حرکت دانشجویی فوق العاده پر اهمیته. اما میخواستم من امروز بحثی باز بکنم در دنباله این نامه دیگه از ایران اومده که به نوعی انتقادیست به صحبتهای هفته قبل من، که من در هفته آینده و یا هفته های آینده حتما، چون نکات بسیار پر اهمیتی توشه، اینا باز خواهم کرد، ولی الان فرصت نیست. نام هایی که از ایران میاد فوق العاده آموزنده است و عزیزان باید ادامه بدن به نوشتن. ولی میخواستم بحثی باز بکنم در دنباله نامه‌ای که خوندم که چرا ملت ما باید امیدوار باشن و دست راستی ها نه در ایران و نه در امریکا و نه آقای نتانیاهو و نه پادشاه عربستان، نظرم اینه که موفق نخواهند شد. چرا؟ چون تغییر سیاست امریکا یه تغییر تاکتیکی نیست، به نظر من یه تغییر استراتژیکه. و دلم میخواد این رو یه بحثی باز بکنم راجع به این قضیه. برای اینکه نتانیاهو الان موساد رو مأمور کرده که مو به مو متوجه ایران باشه که آیا از این توافق عدول خواهد کرد یا نه. یک ذره اگه عدول بخواد بکنه، این کار یا اون کار رو خواهد کرد و میخواد توافقی رو که 6 ماه بعد از در حقیقت قراردادی رو که دنباله این توافق باشه میخواد به هم بزنه. و از طرف دیگه ما میدونیم عربستان و شیخ نشین های جنوب خلیج فارس اخیراً 5 میلیارد تا 6 میلیارد دلار پول گذاشتن برای اینکه تمام گروه های سلفی سوریه رو دور هم جمع بکنن بعد از متلاشی شدن و پراکنده شدن اون ارتش آزاد سوریه. که من اگه فرصت شد چند تا خبرم راجع به سوریه دارم که چطور اون چیزی که اسمش ائتلاف یا شورای به اسلام ملی بود و بعدش اون چیز به کلی از هم متلاشی شدن و فقط گروه های سلفی و به اصطلاح آدمخواری که اونجا هستن موندن و حالا عربستان و شیوخ عرب و اسرائیل دست در دست هم میخوان اینا رو به اصطلاح دوباره چیز بکنن که علیه دولت سوریه بجنگن. من فکر نمی کنم که اینا موفق بشن. این احتیاج به یه بحث داره. بحث هم عبارت از اینه که این تصمیم اخیر
امریکا که ماه‌ها ادامه داشته، ولی از ماه سپتامبر بعد از اینکه تصمیم گرفتن به سوریه حمله نکنن و بعد هم در سازمان ملل اوباما اون نطق رو کرد و بعدش هم با آقای روحانی صحبت کرد و بعدش هم نشستن صحبت کردن، ولی ما میدونیم که از ماه مارس مذاکرات پنهانی در عمان بین و زمان احمدی نژاد بین ایران و امریکا از طرف امریکا به رهبری آقای ویلیام برنز، از ایران ما نمیدونیم، شاید همین آقای عراقچی بوده ولی ما نمیدونیم دقیقاً، ولی از اون موقع آغاز شده بوده. بنابراین این چیز تازه‌ای نیست، این تغییر سیاست. این تغییر سیاست باید ببینیم ریشه هاش در چیه، یعنی باید بریم به ریشه هاش. هر پدیده ای رو همینطور که عرض کردم، من چندین جلسه پیش بحثی رو باز کردم، رادم راجع به متدولوژی خود تحلیل که ما هر پدیده ای رو چگونه باید تحلیلش بکنیم. اگر بخوایم جنبه علمی داشته باشه باید ببینیم چجوری. علمی یعنی چه؟ یعنی این که ما تمام تضادها رو در این پدیده ببینیم و نه تنها هر کدوم از این تضادها رو باید مطالعه بکنیم، در بین تمام این تضادها باید تضاد عمده رو دریابیم، اون چیزی که هگل اسمشو میذاره حلقه اصلی، حلقه تعیین کننده، یا جنبه تعیین کننده، یا عامل تعیین کننده. بارها عرض کردم که چیز چون اهمیت داره به آلمانی اوبرگرایفند مومنت، در انگلیسی بهش میگن اوورایدینگ مومنت یا اوورایدینگ فاکتور، ما بهش میگیم عامل تعیین کننده. در سیاست خارجی امریکا و در این توافق و این تغییر سیاست که چند بار من گفتم کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، عوامل متعددی دست اندر کار بودن. در امریکا حزب دموکرات در برابر حزب جمهوری خواه، لابی اسرائیل در برابر حکومت یا در برابر دولت، عرض شود که دست راستی ها در برابر لیبرال ها و و و و که اینا در واقع تضادهای، و در پشت اینا چی؟ سرمایه داره. حالا عرض خواهم کرد موقعی که اوباما این تصمیم رو گرفته، ما فکر نکنیم سر خودی گرفته، یک بخشی که تعیین کننده هست از سرمایه دارا پشت این قضیه هست. یک بخش از وال استریت هست، برای اینکه همه سرمایه ها منافعشون یک جور نیست. فرضاً مجتمع نظامی صنعتی منافع خاص خودشو داره، شرکت های نفتی ممکنه تضاد داشته باشن، شرکت جنرال موتورز و یا کرایسلر و یا فورد با اینا تضاد دارن، برای اینکه میخوان در ایران فرضاً منافعی دارن، در منطقه منافعی دارن، بانک ها به همین ترتیب و غیره و غیره. یعنی بخش های مختلفه سرمایه داری در خود امریکا هم در درون خودشون تضاد دارن، هم با سرمایه های ژاپنی، اروپایی و فرضاً حتی کانادایی تضاد دارن. این یه عامل که خودش در درونش تضادهای متعددی وجود داره. در ایران شما تضادهای متعددی دارید، در بین اصلاح طلبا و اصولگرایان، در بین بیت ولایت و مثلا مصباح یزدی و اینایی رو که تعدادیشو این عزیز ازش اسم بردن، و الان در واقع تضادها در درون اینها فوق‌العاده شدید شده و اصولگراها همین طور دارن ریزش میکنن، از رژیم دارن میبرن و اصولگراهای معتدل شدن و الان اصولگراهای معتدل شدن، اصلا اصلاح طلب شدن. آقای علی مطهری در برابر احمدی نژاد که گفته بود میخوام، فکر میکنم آقای علی مطهری بود موقعی که احمدی نژاد گفت میخوام مناظره بکنم، علی مطهری بهش گفت که تو با آقای روحانی نباید مناظره بکنی، باید بیای در دادگاه پاسخگو باشی. تا چند وقت پیش آقای علی مطهری اینجوری صحبت نمی کرده. بسیاری از آیات
حسابی الان پشت آزادی و رفع حصر از موسوی و کروبی هستن. بنابراین تضادها در درون ایران، ولی اون تنها نیست، عربستان سعودی هست، کویت هست، امارات هست، در درون خود اونها فرزند تضادی که بین قطر و عربستان سعودی بوده، تضاد حتی بین کویت و عربستان سعودی و هر کدوم از اینا، برای اینکه عربستان سعودی خیال این رو داره که تسلط کامل بر این شیوخ جنوب خلیج فارس، بعضی هاشون لگن اندازی میکنن، عمان فرزند منافع خاص خودش رو که با ایران در رابطه بوده، اینم یکی. بعدش میرسیم به اسرائیل که در درون خود اسرائیل یه جناح لیکودیست و به اصطلاح دستراسی فاشیستی وجود داره، در حالی که یک بخش از موساد و ارتش اسرائیل باش مخالفن. نه تنها شیمون پرز در برابر نتانیاهو ایستاد، حالا بگذاریم از جناحی که فرزن یوری اونری این انسان به اصطلاح نمایندگیش میکنه، تضادهای درونی خود اسرائیل. بعد میرسیم به اروپا که باز اون تضاد منافع هم با بعضی از شرکت‌ها و به اساس سرمایه‌های آمریکایی داشته باشه، هم در درون خودشون بین آلمان و فرانسه، بین فرانسه و ایتالیا. الان شما ببینید که شرکت‌های نفتی دارن دست و پا به اصطلاح همینجوری چیز می‌کنن. شرکت انی با آقای زنگله صحبت کرده، شرکت شل وارد شده، از اون ور رنو و چیز میخوان جلوی جنرال موتورز رو بگیرن که به ایران کدومشون زودتر دوباره وارد بشن. تضاد بین اینا وجود داره، ولی در بین تمام اینها عامل تعیین کنه. بنابراین تمام این عوامل عمل می کرده برای این تغییر سیاست در امریکا و به دنبالش اروپا، که در حقیقت نوکرا و سرسپرده های امریکا بودن و هستن، منتها گاهی خودم یه لگدی مندازن مثل آقای فابیوس همساله هم. ولی نیروی برتر امریکا بعد از جنگ دوم جهانی بوده و هنوزم هست، و اتفاقا بعد از کنار رفتن شیراک واقعا فرانسه سرسپردگیش بیشتر شد. حالا این یه چیز گذرایی بود که آقای هولند و به اصطلاح چیز کردن در این جریان توافق. عامل تعیین کننده چیه؟ عامل تعیین کننده هیئت حاکمه امریکا بوده در کل این قضایا و این تغییر سیاست، نه ایران بوده، نه اسرائیل بوده، نه عرصبت که همه اونها اثراتی داشتن، ولی عامل اون اوبرگرایفند مومنت یا به اصطلاح اوورایدینگ فاکتور یا عامل تعیین کننده یک بخش از هیئت حاکمه امریکا بوده، که من تا حدی تاریخچه‌شو برای عزیزان عرض کردم. و حالا ببینیم این را هم باید ریشش رو در اقتصاد سیاسی پیدا کرد، و این احتیاج به یه مقدار پیش زمینه به اصطلاح تاریخی داره. عزیزان میدونن و من صحبتشو کردم که گرایش عمومی نظام سرمایه به طرف رکود و بحرانه، و نظام سرمایه برای جلوگیری از رکود و بحران ترفندهایی داره که باید جلوی اینها رو بگیره، گرچه موقت. بعضی از این موقت‌ها در قرن 19 هم فوق العاده مؤثر بودند، اختراعات دورانساز فرزن یا زیرساخت کلی صنایع، و بعدش مسئله انحصار و امپریالیسم، یعنی رفتن و تسخیر کشورهای دیگه برای مواد اولیه و بازارهاش. اینا از اون سیر نزولی یا سیر به طرف عرصبت چیز جلوگیری کردن. اینا موانعی بوده که بر سر اون مسیر طبیعی نظام سرمایه داری به طرف رکود و بحران جلوگیری کردن. این نظر کلی پالسویزیه که من سالهای ساله با نظرات دیگه و حتی نظر خود مارکس محکش زدم، و به نظر من از همه دقیق تره، برای اینکه همه
راجع به سیکل های بین 7 تا 10 سال که اینا وجود داره، ولی بعضی های دیگه از سیکل های 40-50 ساله به اصطلاح سیکل های کندراتیف بهش میگن صحبت میکنن، که اینطور نیست، گرایش عمومی به طرف رکود و بحرانه. یکی از چیزهایی که من باید زود بگذرم که یکی از این ترفندها مسئله اون چیزی که میتونیم اسمشو بذاریم military Keynesianism، یعنی به اصطلاح چیز سیاست اقتصادی کینز منتها نوع ملیتری یا نظامیشه. در واقع اولین کسی که متوجه این قضیه شده روزا لوکزامبورگ بوده در 1913 و در کتاب انباشت سرمایش که میگه سیاستی که ویلهلم داره دنبال میکنه نوعی به اصطلاح سیاست جنگی و نظامی برای نجات بحران اقتصادی آلمانه، که ما میدونیم اینو 1913 نوشت، 1914 جنگ جهانی اول شد. دقیقا همین طور بود. در جنگ دوم جهانی همین اتفاق افتاد، یعنی بعد از بحران 1929-33 اون بحرانی بود که میتونست نظام سرمایه‌داری رو از پا در بیاره. برای اینکه شوروی برنامه 5 سالش رو شروع کرده بود در 1930 و با چهار نعل داشت میرفت جلو و طرفداران عظیمی اون موقع در جهان پیدا کرده بود، در حالی که جهان سرمایه‌داری در یک بحران عظیم فرو رفته بود، بحرانی بود که میتونست از پا درش بیاره. حالا عزیزان دقت بکنن که کتابی اخیراً بیرون اومده راجع به این که فرانکلین روزولت چطور امریکا رو به جنگ دوم جهانی کشیده، در حالی که اکثریت بزرگی از مردم امریکا نمیخواستن وارد جنگ بشن ولی احتیاج به جنگ داشتن. برای این که تمام برنامه نیو دیل و تمام سیاست‌های کینزی نتونسته بود اینها را از بحران نجات بده، با اینکه بین 1934 تا 37 تا حدی میزان بیکاری اومد پایین و رشد یه مقدار پیدا کرد، از 1937 به بعد اقتصاد امریکا دوباره چیز میشه و میزان بیکاری به 19% میرسه. یعنی و این چیزیه که اون موقع تو دانشگاه هاروارد بحث‌های مفصلی بین آدمایی مثل جوزف شومپیتر و پال سویزی بوده و هانسن، ولی بعدش جنگ دوم جهانی که شروع میشه این بحثا اصلا کنار گذاشته میشه. ولی بحثای فوق العاده که چرا دوباره با اینکه به سیاست های کینز پیاده شد، تمام برنامه های عمرانی عرصه که به کارگرها در واقع حق چیز سندیکا مستقل دادن و غیره، چرا دوباره وارد یه به اصطلاح این دبل دیپ، به اصطلاح دوباره وارد یک رکود اقتصادی 1937 شد؟ بنابراین احتیاج به جنگ داشتن و در نتیجه الان عزیزان اگر برن به انتی وار، جاستین ریموندو مقاله ای نوشته که فرانکلین روزولت چه خیانتی به مردم. فرانکلین روزولت از اوناست که 3 یا 4 دوره رئیس جمهور شد، انقدر محبوب بود، چه خیانتی به مردم امریکا کرده. برای اینکه ثابت شده در این کتاب که چون اکثریت مردم امریکا نمیخواستن وارد جنگ بشن، میبایست یکی از نیروهای درگیر و متخاصم در جنگ دوم جهانی به امریکا حمله میکرد تا امریکا بهانه‌ای به دست بیاره و مردم رو راضی بکنه تا وارد بشن. یعنی در حقیقت امریکا ابتدا یه مقدار محاصره ژاپن رو، فشار رو ژاپن آورد و اینقدر فشار آورد تا دولت ژاپن رو عوض شد، دولتی که حاضر به مذاکره با امریکا بود و دولت مخالف امریکا سر کار اومد و امریکا اطلاع داشت که اینا خیال حمله به پایگاه دریایی در هوایی دارن. حتی ناوگانش امریکا از اونجا حرکت نمیده و میذاره که به حساب ژاپنیا بیان و داغونش بکنن و این مسئله پرل هاربر. و امریکا وارد جنگ میشه و بیکاری در اثر جنگ از 25% یا حالا بگیم 22-23% به صفر میرسه در زمان جنگ.
و آغاز در حقیقت رشد اقتصادی امریکاست و جنگ در واقع نجات میده و این نجات اقتصاد امریکا از جنگ تا 1970 ادامه پیدا میکنه که من نمیخوام اگر شد در آینده در اون بحث آخر به حساب برنامه اینا رو یکی یکی باز میکنیم. پس این یه درسی براشون شد که یکی از ترفندهایی که میشه جلوی بحران و رکود رو گرفت جنگه و در واقع به اصطلاح از اون موقع هست که مجتمع نظامی صنعتی اصلا مطرح میشه. بعد از جنگ دوم جهانی در تمام گرد همایی سران سیاسی امریکا بحث میشه که آیا ما بودجه نظامی رو بیاریم پایین یا نه، و تصویب میکنن که بودجه رو نباید بیارن پایین و در نتیجه آغاز جنگ سرد و در نتیجه خود جنگ سرد که کتاب‌های متعددی راجبش نوشته شده و من اسم گابریل کولکو رو برای عزیزان آوردم که چند تا کتاب راجب این قضیه که اصولا مبنای جنگ سرد چی بوده، برای این بوده که نمیخواستن بودجه نظامی بیاد پایین و این تصمیم بوده که در بالاترین سطوح گرفته شده. بنابراین میلیتری اینداستریال کامپلکس از اون در حقیقت میخشو میکوبونه بعد از جنگ، برای اینکه به اصطلاح تونستن اقتصاد رو نجات بدن و این همون مجتمعی است که در واقع آیزنهاور هشدار میده که خلاصه این داره رگ و ریشه میدونه و خلاصه هم دموکراسیمون رو از بین میبره و همین که خطر در آینده ایجاد میکنه. حالا و ما میدونیم که درست حرفهای آیزنهاور به منصه ظهور رسید و همین مجتمع نظامی صنعتی چطور در تمام رگ و ریشه های در واقع جامعه امریکا، حکومت امریکا و غیره و غیره نفوذ کرد و چیز کرد. حالا در فقط برای جنگ سرد حساب شده 10 تریلیون دلار خرج نظامی شده برای مقابله با خطر کمونیسم یا خطر شوروی و ما میدونیم که بالاخره در 1990 شوروی از هم فرو پاشید و قرار بود که این بهانه از دست امریکا گرفته بشه و کلینتون با چه شعاری، دیگه من اینجا بودم، با چه شعاری اومد سر کار؟ پاداش صلح، عرض شد که پیس دیویدن، پاداش صلح. و ما میدونیم که این آدم دروغگو و شارلاتان به هیچ وجه به این مسئله عمل نکرد. علتش هم خیلی واضحه، میلیتری اینداستریال کامپلکس بهش اجازه نمیداد و به دنبال دشمنان جدید میگشتن و ما میدونیم که شروع کردن به اصطلاح که خوب یادمه اون موقع آقای اسپن که وزیر دفاع بود یه مدتی در اومد گفت که آره اژدهای بزرگ رو ما تونستیم از پا در بیاریم ولی حالا مارها و افعیه‌های کوچکی همینجوری دارن سر بر میارن، که منظورش اونهایی بودن که تابعیت کامل امریکا رو نپذیرفته بودن بعد از فروپاشی شوروی، که در واقع همون 7 کشوری هستن که بعدن بعد از 11 سپتامبر قرار شد یکی یکی اینا از پا در بیان، که من صحبت های وستل کلارک رو اینجا برای عزیزان باز کردم که در پنتاگون تصمیم گرفته شده بود که 7 کشور که از جمله سوریه و ایران هم باشه اینا از پا در بیان و از طریق نظامی. باز کتاب بیرون اومده، من این کتابا رو یکی یکی به عزیزان معرفی خواهم کرد که راجع به این که 11 سپتامبر چطور اتفاق افتاد. و عزیزان پیشنهاد میکنم کتابی رو که باب گراهام، نه لینزی گراهام، باب گراهام که هم سناتور بوده هم یه زمانی فکر میکنم استاندار فلوریدا بوده، کتابی اخیراً بیرون داده و ریل نیوز باهاش مصاحبه مفصلی کرد راجع به این که عربستان چه نقشی و اسرائیل چه نقشی در 11 سپتامبر داشتن و چطور انواع و اقسام اخبار به جورج دبلیو بوش و دیک چینی رسیده بوده چه قرار حمله بشه، مطلقاً هر کسی که اینا رو بهشون رسونده بوده اصلا بیرونش منداختن، چه از FBI چه از کشورهای دیگه چه به اسلام مأمورین CIA. یعنی توی این کتاب باب گراهام ثابت میکنه
که گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته و اتفاق افتاد. و اون زمان من مقاله نوشتم که چرا اینا رو نگفتن یک جنایت علیه بشریت و اسمشو گذاشتن جنگ علیه امریکا. کاملا آشکار بود که میخواستن یک جنگ بیمرز و بیپایان آغاز بکنن، برای اینکه شوروی که از پا در اومده بود و بهانه دیگه دستشون نبود برای حفظ به اصطلاح قدرت نظامی و در حقیقت صنایع نظامی، میبایست بهانه دیگه به دستشون بیاد. فقط من یه چیزی رو به عزیزان یادآوری بکنم که بورس سهام نیویورک بعد از 11 سپتامبر 2 یا 3 روز بسته شد، که این جزء چیزای عجیب و غریبه به قول معروف. به محضی که باز شد، عزیزان برن و سهام رو دنبال بکنن، سهام شرکت های اسلحه سازی سر به آسمان کشید. سهامدارای واقعیش کیان؟ دیک چینی ها، دونالد رامسفیلد ها، کارلوچی ها، خانواده جورج دبلیو بوش که شرکتی دارن به اسم کارلایل. کارلایل جزء شرکت های مادره که سرمایه گذاری میکنه تو بسیاری از، ولی تو شرکت های اسلحه سازی در درجه اول اینا در حقیقت سهام اونا رو دارن. به طور عجیبی سر به آسمان کشید، برای اینکه ما میدونیم دونالد رامسفیلد و دیک چینی که واقعا گردانندگان اصلی بودن، برای اینکه جورج دبلیو بوش ذریب هوشیش حساب شده که به اندازه یه بچه 12 ساله است، اونا بودن که حکومت رو میگردوندن، هر دوشون نمایندگان واقعی مجتمع صنعتی نظامی بودن. این برنامه رو بعد از 11 سپتامبر پیاده کردن برای اینکه بهانه دیگری برای یک جنگ دراز مدت و بیمرز و چیز. و ما میدونیم چه شد، به افغانستان، به عراق، بعدش به لیبی، عرصه‌ای که قبلش به سودان و به اصطلاح اونجا رو یه مقدار زیادی از پا در آوردن و غیره و غیره که ما میدونیم. حالا میخوام به اینجا برسم، برای اینکه اینا رو بعداً دوباره یه مقدار با تفصیل بیشتری امیدوارم بشه باز کرد، ولی میخوام برسم به امروز روز. این سیاست ها بعد از 12 سال با شکست روبرو شده. این شکست فقط یه شکست نظامی نیست، برای اینکه مشخص شد که قدرت نظامی نمیتونه به اهداف خاص برای اینکه شما یه عمل نظامی در واقع به قول به اصطلاح اون تئوریسین نظامی، جنگ دنباله یه سیاسته، یعنی شما ابتدا فشارهای اقتصادی و امنیتی و انواع و اقسام چیزها رو میاری، جنگ آخرین مرحلهشه برای اینکه سیاست تو بتونی پیاده بکنی. امریکا نتونست به هیچ کدوم از اون اهداف سیاسیش برسه. تا حدی فرزن صدام حسین میخواست نفتش رو به جای دلار فرزن به یورو بفروشه، الان نوری مالکی بازم به دلار میفروشه، که البته این اهمیت داره. قذافی هم همینطور میخواست به یه چیز، و این یکی از اهداف امریکاست، حالا صحبتشو میکنم، مسئله دلاره، برای اینکه امپراتوری امریکا پایه و بنیانش دلاره، که حالا این مورد مخاطره قرار گرفته به همین دلیله که چین رو هم داره محاصره میکنه. ولی اینه که این سیاست با شکست روبرو شده فقط جنبه نظامیش نیست، جنبه اقتصادی هم داره، یعنی دوباره باید کالبد شناسی این رو در خود اقتصاد سیاسی باید پیدا کرد. چرا؟ عزیزان به یاد بیارن که بعد از جنگ دوم جهانی هم ژاپن و هم اروپا هر دوشون رفتن زیر چتر نظامی امریکا، در نتیجه بودجه نظامیشون رو به شدت کاهش دادن، در حالی که بودجه نظامی امریکا همون جوری مون. خب نتیجه این چی شد؟ هم اروپا و هم ژاپن از نظر صنایع مصرفی عجیب زدن از امریکا جلو. دهه 1970 هوندا اول با یه موتورسیکلت شروع کرد، بعدش اومد بازارهای امریکا رو گرفت، برای اینکه موتوری درست کرد که مصرف بنزینش
کم بود و در نتیجه در دهه 1970 که بحران نفت به وجود اومد، ماشین‌های هوندا داشتن بازار آمریکا رو می‌گرفتن و بعدش هم با ماشین‌های ارشد که آلمانی وارد شدن و زدن جلو. در واقع یه زمانی که شورلت اصلا مردم بهش سجده می‌کردن به قول معروف، از تبدیل به یه آهن پاره شد در برابر ماشین‌هایی مثل لکسس یا مثل مرسدس بنز امثال هم. خب علتش این بود که هم ژاپن و هم اروپا به جای اینکه خرج نظامی بکنن، رفتن رو کالاهای واقعی کار کردن، از یخچال گرفته تا نمیدونم جاروبرقی گرفته تا اتومبیل گرفته تا مثال دیگرش که این دیگه خود من به اصطلاح ده. من موقعی که سفر اول امریکا بودم، تمام میکروسکوپ هایی که در بخش پاتولوژی داشتیم امریکن اپتیکال بود، AO به قول معروف، همه امریکایی، ساخت امریکا بود. سفر دوم که برگشتم همشون اولیمپوس بود، ژاپنی بودن. میکروسکوپ ها، میکروسکوپ الکترونیکی، عرض که تمام وسایل پزشکی، ماشین های سنگین که یه زمانی در واقع یک که بزنش جان دیر در امریکا بوده یا عرض کترپیلر بوده. ژاپنی ها زدن جلو، آلمان ها زدن جلو. چرا حالا اینطوره و امریکا از نظر اقتصادی متوجه شده که سیاست هایی که بر پایه اقتصادی که بر پایه میلیتری اینداستریال کامپلکس باشه، مثل یه خوره زیر پای اقتصاد رو خالی میکنه، یعنی در حقیقت اقتصاد رو به طرف نیستی میتونه ببره و در نتیجه بخشی از سرمایه داری امریکا متوجه این قضیه شده که ما اگر فقط اقتصادمون رو بر این پایه و سلطه بلا منازع بر جهان رو بخوایم بر پایه این جنگ های نظامی و کشاکش های نظامی بذاریم، نه از نظر نظامی میتونیم به اهداف سیاسیمون برسیم و نه اینکه از نظر اقتصادی میتونیم با کشورهای دیگه رقابت بکنیم. بنابراین باید شرایطی به وجود بیاد که بازارها گسترش پیدا بکنه و بازار ایران بازار کوچکی نیست، یه بازار 75 میلیونیه با یک طبقه متوسط دانش آموخته در سطح بسیار بالا، آزمایشگاهاش الان کلی پیشرفت کردن و البته برای مردم ایران هم خب امریکا الان جیگر طلا شده، بنابراین آمادگی کامل داره برای اینکه سرمایه های امریکایی بیان اونجا و عرض شود که به اجناس امریکایی. از سوی دیگه یه جنبش رو که من عرض شود که در جلسات قبل با عزیزان باز کردم، با سیاستی که بعد از 11 سپتامبر اینا پیاده کرده بودن، دو نیرو یا دو کشور یک که بزن شده بودن و امریکا رو هم داشتن به چالش می گرفتن و منافع امریکا رو داشتن لگدمال می کردن، هم عربستان که القاعده رو همینجوری به همه جای دنیا داشت می فرستاد و آقای پرنس بندر، عزیزان عکسش رو نگاه بکنن با جورج دبلیو بوش، جورج دبلیو بوش توی مبل نشسته، اون روی دسته مبل مسلط به جورج دبلیو بوش، مثل یه نوکر داره به جورج دبلیو بوش، برای اینکه میلیون ها دلار به خانواده جورج بوش اینا کمک کرده عربستان سعودی. در نتیجه شده بود یک که بزن. اسرائیل هم با جنایاتی که در خاک فلسطین میکنه و با شاخشونهایی که میکشه، با حملاتی به کشورهای همسایه میکنه و اینا، و در نتیجه امریکا با طرفداری، با روابط ویژه‌ای که با این دو کشور داشت، در واقع به سیاست ها و به منافع استراتژیکش داشت لطمه میخورد و همینطور که عرض کردم فرزن هم جنرال پیتریس متوجه این قضیه شده بود که خب افسر چیزه، هم جنرال دیتون که من گفتم با فلسطینیا کار میکنه و بسیاری دیگه از جمله بریژینسکی و اسکوکرافت که این فقط تو که یک کوه یخ بوده، یک بخش از هیئت حاکمه امریکا و از جمله یهودیای لیبرال امریکا، یهودیای لیبرال امریکا
که جی استریت به اصطلاح سازمان دارن برای خودشون و به اصطلاح مجله‌ای به اسم تیکون دارن. اونا هم متوجه شده بودن که لابی اسرائیل، حزب لیکود اسرائیل، پادشاه عربستان، خلاصه این راه که تو می روید داشتن به قبرستان می بردن امریکا رو. پس اینم یه جنبه دیگه شه که امریکا متوجه شد ادامه سیاست هایی که از بعد از 11 سپتامبر در اثر اون کودتایی که دست راستی ها و مجتمع نظامی صنعتی در واقع جورج بوش، دونالد رامسفیلد و هرچبت که دیک چینی رو سر کار آوردن، اون سیاست اینا رو داره به طرف یک دره میکشونه. حالا نتیجه همه اینا به نظر من این عوامل، عزیزان در هر کدوم از اینا میتونن منو به چالش بگیرن، ولی این چرا حالا اهمیتش برای کشور ما چیه؟ اینه که این سیاستی رو که عرض کردم یه سیاست تاکتیکی نیست، بلکه مدت‌ها داشته نطفه‌هاش آغاز می‌شده در بالاترین سطوح امریکا به ویژه، و عامل تعیین کننده در تمام این تضادهایی که عرض کردم بخشی از هیئت حاکمه امریکاست که به این نتیجه گیری کلی رسیدن که باید کشتیبان سیاستشو تغییر بده. و در نتیجه این یه چیز کوتاه مدت و تاکتیکی نیست. اهمیتش برای کشور ما چیه؟ این به ضرر دست راستی ها در ایرانه که دنباله نتانیاهو هستن، دست راستی های اسرائیل و نتانیاهوه که الان هیچگاه اینطور ایزوله و منزوی نبوده، دست راستی های عربستان و شیوخ جنوب خلیج فارس که خوشبختانه الان هم آقای روحانی و هم آقای ظریف هر شبت که دارن به اصرار روابط رو یه مقدار تشنج رو دارن پایین میارن، ترکیه از اون طرف داره به اصطلاح دوباره دوستیش رو با ایران برقرار میکنه، و اینا همش بسیار اتفاقات مهمیه به ویژه در داخل که دست راستی ها در موضع ضعیف خواهند بود، و در نتیجه ملت ما فرصت اینو پیدا میکنن که برای آزادی و دموکراسی این عزیزی که برای من نامه نوشته و چیز میگه که تو صحبت از حقوق بشر که میکنی این یه خواست حد اکثریه، الان ما نمیتونیم دنبال همین حقوق شهروندی که آقای روحانی آورده این کافیه، فعلا باید دنبال این باشی. جواب من به این عزیز اینه که اگه ما توقعمون رو اینقدر بیاریم پایین به جایی نمیرسیم. باید ما در فکر آزادی و دموکراسی و حقوق بشر اولیه انسانها باشیم. یک لحظه نباید فراموش بکنیم که آنچه که از نظر سیاسی بر کشور ما حاکمه ولایت مطلقه فقیه، یعنی یک دیکتاتوری تک نفره‌ایه که این قانون اساسی ما رو به ما قبل مشروطیت، یعنی به قرون وسطا برگردونده. اگر ما هر لحظه اینو یادآوری نکنیم که قانون اساسی که حق قضاوت برای زن قائل نیست، حق حضانت بچه ها رو قائل نیست، حق مسافرت بدون اجازه شوهر و حق لباس پوشیدن و نوشیدن و پوشیدن و غیره و غیرش به دست غیر و دیگری و یک مشت آخوند شپشوه که در واقع اینا چهار عمل اصلی رو هم نمیدونن، ما یک لحظه اینو نباید فراموش بکنیم که اینا کیان که راجع به سرنوشت ما تصمیم گیری میکنن. اگر ما فقط اینقدر سطح توقعمونو، عزیزانی که در ایران هستن شرایطشون رو با ما میدونیم، این نیست که ما ندونیم، ولی ما هم در خارج که هستیم و از دور شاهد وقایع هستیم حق داریم یه مقدار چیزهایی رو بیان بکنیم. ما دوست داریم به کشورمون برگردیم. آیا این آدمخوارا میذارن
و ما بنابراین ما هم حق داریم نظرات خودمون رو بیان بکنیم، در اینکه اینجا از یک حداقل آزادی ها برخورداریم، در حالی که در ایران هنوز که هنوزه ما در چارچوب این قانون اساسی حقوق شهروندی چه کار میتونه بکنه که همش به اصطلاح در واقع به اصطلاح تمام رجوع میکنه به قانون اساسی امسال. این قانون اساسی قرون وسطاییه. باید از حالا ما بگیم که این قانون اساسی گرچه باید بدون تنازل رعایت بشود و ما میدونیم منظور یعنی چه، بلا فاصله باید بگیم که این وحی منزل نیست. علت این که اینها اینطور کینه دارن نسبت به جنبش سبز بر سر چیه؟ بر سر همین قضیه است. و ما یک لحظه نباید فراموش بکنیم که این قانون اساسی و این به اصطلاح عرض شود که این آخوندا چه بر سر کشور ما بردن و ما رو به ما قبل مشروطیت رسوندن. درسته که رژیم شاهنشاهی برداشته شد، یه رژیم جنایتکار وابسته و غیره و غیره بود، ولی باید در این حال باید این قضایا رو هم در نظر داشته باشیم و بدونیم که باید سطح توقعمون رو اینقدر پای نیاریم. حالا تمام این بحث قبلی که من عرض کردم به این خاطر بود که شرایط جهانی آمادگی اینو داره که ما برای حقوق اولیه‌مون با تمام قوا مبارزه بکنیم، مقاومت مدنی بکنیم. در واقع شرایط جهانی طوریه که الان فاشیسم دینی در یک به اصطلاح موضع ضعیف قرار خواهد گرفت. این سیاست جدید به نفع ملت هاست، به نفع مردم ماست، به نفع نیروهای ترقی خواهه و به ضرر فاشیست های دستراسی عرصبت که حاکم بر ایران هم. و از این موقعیت مردم ما باید استفاده بکنن و این سیاست هم سیاست تاکتیکی نیست، سیاستیست استراتژیک. این رو من میخواستم برای عزیزان باز کرده باشم. همینطور که عرض کردم این عزیزانی که فرزن انتقاد به من کردن و من هفته های آینده باز خواهم کرد این انتقادشونو، ادامه باید بدن، به چالش باید بگیرم. این نیست که نمم استاد نمم فلان ده 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 فلان از این تعارفات اینجوری. آقای عبدالله نوری یه عده از دانشجوها رفته بودن پیشش، نمیدونم هی به اصطلاح از این بهشون گفت لطفاً لطفاً منم یه آدمم مثل شما، ای استاد و پستاد و نمم فلان اینا چیز نکنید. هر چقدر که هممون باید در این بحثا شرکت بکنیم و به اصطلاح از این تعارفات پیش سرمایه داری، این تعارفات پیش سرمایه داری رو باید کنار بذاریم. بنابراین عزیزان باید انتقاداتشون بفرستن و من اینجا مطرح میکنم، ولی این یه بحثیه که باید پیش ببریم و اینا اتفاقات خجسته ای هستن که یک نور امیدی رو به وجود میارن که من فکر میکنم این چیزی که اتفاق افتاده، حالا هم در جنبه اقتصاد، در عرض همین چند هفته بورس سهام تهران 14% رفته بالا، خب این نشانه بسیار اثرات روانی این قضیه است. حالا اینه که ایران چقدر نظر اقتصادی اینا وابسته میکنن، تا چه اندازه سرسپرده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اونا یه بحثای دیگه است. الان بحث من بر سر آزادی و دموکراسیه. ابتدا اینه که باید حل بشه، آزادی و دموکراسی. مسائل اقتصادی رو بدون شک بعد از اینکه به اصطلاح مردم به اصطلاح این چیز رو پیدا کردن که واقعا حرف دلشون رو بزنن، روزنامه ها آزاد شد، مجلات آزاد شد، تجمع حق تجمع آزاد شد، هر شبت که سندیکاها آزاد شدن، سندیکاهای مستقل، اون موقع میتونیم راجع به اقتصاد هم صحبت بکنیم. الان ما گیر کردیم با یه حکومت قرون وسطایی ولایت مطلقه فقیه. شما ببینید همین سردار جعفری چی گفته؟ گفته که بسیجی ها و سپاهی ها باید تمام وسایل چیزها رو بگیرن، باید بیان مسلط بر همه چی بشن. فعلا ما گرفتار اینایی، ولی ملت ما نخواهند گذاشت.
برای اینکه این شرایط و این فضای جهانی جدیدی که به وجود اومد به نفع مردم. و اما باز این بخش آخر این مقدار برمیگرده و به مسئله ایران، چون تمام این بحثایی رو که من در 16-17 جلسه گذشته باز کردم راجع به حالا اسمشو بذاریم ویژگی های سرمایه داری یا رفتن به ریشه ها، واقعا تمام اینا مقدمه ای بوده بر ساخت اجتماعی اقتصادی ایران. و من ادامه میدم. هفته قبل من تا یادم نرفته باب گراهام که من اسمشو بردم، کتابش Intelligent Matters، این کتاب ها را کم کم من معرفی میکنم، کتاب های تازهی که بیرون میاد. کتابی که هفته قبل معرفی کردم از هری بریورمن بود، انسان بزرگ واقعا، راجع به عرصه که Labor and Monopoly Capital، یعنی کار و سرمایه انحصاری، که همینطور که عرض کردم واقعا دنباله سه جلد کاپیتال مال مارکسه. اگر آدم بخواد اون درک بکنه بعد این کتابم خونده بشه. راجع به مدیریت علمی و آقای فردریک تیلر صحبت می‌کردیم. اصل سوم مدیریت علمی به کار گرفتن دانش برای کنترل هر لحظه از فرایند کار و شیوه انجام و اجرای آن است که کارگر رو به یه زائده تبدیل میکنه. ولی حالا ببینیم این چه پیامدهایی در سطح جهانی داره. مطابق این اصل کار هر کارگر از پیش به طور کامل برنامه ریزی میشود و اکثرا به صورت دستور عملهایی نوشته میشه و به آنان داده میشه که در آن وظایف آنان، وسائل مورد استفاده، همه چیز به طور دقیق شرح داده میشه. خود کارگر دیگه نقشی در این قضیه نداره، فقط کار انجام میده. در این دستورالعمل ها نه تنها به کارگر گفته می شود چه باید بکند، بلکه اون کار را چگونه باید انجام بدهد و زمان لازم برای اون چقدر است. همه اینا را براش معین می کنند. یعنی استقلالش رو به طور کامل ازش می گیرند. ریشه های از خود بیگانگی. سیستم مدیریت علمی در آخرین مرحله خود نه تنها کارگران کارخانه یعنی یقعابی ها رو، بلکه کارگران و کارمندان ادارات، شرکت‌ها، مؤسسات خدماتی یعنی یک قسمت‌ها را نیز در بر گرفته و آنها را نیز به زائده یا پیچ و مهره‌ای از تمامی نظام تبدیل می‌کنه. مثال‌های متعددی می‌تونم برای عزیزان بزنم، حتی دکترا، حتی وکلا ماشینیشون می‌کنن. به قول هری بریورمن در ابتدا، یعنی سابقه چیز نظام سرمایه‌داری، اداره جایگاه کار فکری و کارخانه جایگاه کار جسمی بود. چنین پدیده‌ای حتی پس از تبلور و تا حدودی پس از تیلر، عذر می‌خوام، حتی پس از تیلر و تا حدودی به دلیل تیلر وجود داشت، چرا که مدیریت علمی کار فکری، برنامه ریزی، قضاوت و ارزیابی نتایج را در انحصار اداره گذاشته بود و تنها اجرای فیزیکی آنچه را که اداره تصمیم گیری می شد به کارخانه واگذار می کرد. تا آنجا که چنین جدایی واقعیت داشت، همسان دانستن کار اداری با فکر کردن، یعنی کار عالمانه با فکر، و کار تولیدی با فکر نکردن یا کار غیر عالمانه تا حدودی پذیرفتنی بود. اما از هنگامی که مدیریت علمی و منطقی شدن فرایند کار ادارات و مؤسسات خدماتی را نیز در بر گرفت، این اختلاف ارزش خودش را از دست داد، به ویژه بعد از اومدن کامپیوتر. فعالیت فکری و طرح و برنامه ریزی فقط منحصر به گروه هرچه کوچکتری در اداره شد و توده عظیم کارگران، کارکنان و کارمندان نیز تبدیل به کارگران ساده جسمی مانند کارگران کارخانه شدن. این پدیده جدیدیه که مارکس اینو پیشبینی کرده بوده.
راجب معلم ها، راجب وکلای دادگستری، راجب دکترها، راجب تکنسین ها، راجب خواننده ها، راجب نویسنده ها، همه اینا رو پیش بینی کرده بوده. ولی در اون زمان نبود. هری برویرمن دیگه مثال میاره. ملاحظه میکنیم برخلاف آنچه نظریه پردازان سرمایه‌داری نوین میگویند، انقلاب علمی تکنولوژی اطلاعاتی کنونی نه تنها شمار کارگران را کاهش نمیدهد، چه آقای یورگن هابرماس یا مثلا دانیل بل یا عرشبت که سایرینشون، یعنی که موج سوم رو نوشته الوین تافلر، که حالا ایرونی های عرشبت که آینده نگر افتادن دنبال اینا، چه دیگه آره کارگرا اصلا کار از بین رفته. نه تنها شمار کارگران را کاهش نمیداد، بلکه هر روز شمار بیشتری از کارگران، کارکنان و کارمندان خدماتی و تحصیل کرده، همین دانشجوها که آقای روحانی گفت 4 میلیونشون میان بیرون کار براشون باید ایجاد، کارگران، مدیران سطح متوسط و پایین و حتی کارکنان حرفه‌ای رو، وکلای سری به دکترا رو، به صف کارگران ساده، انترنا و رزیدنت ها در دوره آموزش، اونا جز به حساب بخش وسیعشون جز AFL-CIO یعنی سندیکای کارگری چیز شدن، یعنی اونایی که دانشکده پزشکی رو تموم کردن در امریکا جزء به اصطلاح سندیکای کارگری هم. ولی خیلی از دکترا و دندان پزشکا هم کم کم و کم کم خواهد اومد. به عنوان اعضای بی اراده ای از یک نظام تولیدی غولاسا و جهانی اینا میشن. بسیاری از دکترا اینو دارن احساس میکنن، مگه یه عده بسیار کوچکیشون که به اصطلاح چیز هم. حالا بنابر آنچه در صفحات پیش نوشته شد، اینو دیگه وارد حالا چیز ملاحظه میتوان ملاحظه کرد که در دوران سرمایه‌داری نه تنها کار با تولید یکسان نیست، همسان نیست. برای عزیزان من چند جلسه راجع به کار صحبت کردم که ثروت یک کشور در دو چیزه، یکی در طبیعت، یکی در کار انسانه. اون سیستم هایی که نتونن و نخوان اینو بفهمن و درک بکنن در نهایت با شکست روبرو میشن، تا توجهشون فقط جلب سرمایه های خارجی باشه و نرسیدن به کارگرا، با شکست روبرو میشن. میخواد آقای خاتمی باشه، روحانی باشه، خامنه‌ای باشه، هر کدومش. اینا چیزای دراز مدتیه که ما از حالا باید به فکرش باشیم. گرچه الان مسئله آزادی و دموکراسی، ولی آخرش مسائل اقتصادی خواهد بود که تعیین میکنه کدوم رژیم مندلا چه بر سرش خواهد رفت. هرچی هم انسان بزرگی باشه، کسانی که تسلیم بانک جهانی و سر و عرض شود که و صندوق بین المللی پول و سرمایه داری جهانی میشن، سرنوشتشون مثل افریقای جنوبی خواهد بود، مثل هند خواهد بود، که در حال حاضر 700 تا 800 میلیون هندی یا تو خیابون به دنیا میان، زندگی میکنن و میمیرن، و یا در زیر خط فقر و در فقر abject poverty یعنی فقر مطلق. نه تنها کار با تولید همسان نیست، بلکه با ماشین شدن تولید و علمی شدن مدیریت، اهمیت سرمایه ثابت که شامل ابزار و وسایل تولید و به خصوص صنایع صنعتی کننده و مادر، نه تنها اون، دانش، تکنولوژی، مدیریت، طرح و برنامه ریزی است. اینا عظمت هرچه بیشتری به خود گرفته و کار تنها به زائده ای تبدیل میشه. تولید بنابراین در اساس که مربوط به سرمایه است، هم طرح و برنامه ریزی، هم دانش، هم تکنولوژی، هم سرمایه، همه چیز تو دستشه. کارگر فقط یه زائده است که فقط باید کار جسمی بکنه، تبدیل به یکی از ابزار، تبدیل به یه ابزار چیز میشه.
از سوی دیگر دانش، تکنولوژی و طرح و برنامه ریزی و در یک کلام بخش فکری، یعنی چه؟ یعنی تصمیم گیری و تعیین کننده سرنوشت فرایند تولید، از دست کارگر بیرون اومده و در دست مدیریت به عنوان نماینده و کارگزار سرمایه قرار میگیره. حالا اما چنین روندی به هیچ رو تنها در یک یا چند کشور صورت نمیگیرد. فرضاً در خود امریکا اینجوری بوده، کارگر فقط میرفته یک کاری رو که بهش میگفتن انجام میداده و میومده برای اینکه خرج زن و بچهش رو بده. هیچ به اصطلاح در سرنوشت تولید کالا هیچی به اصطلاح چیز نداشته. ولی این جهانی میشه با گلوبالایزیشن. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. و منحصر به بخش ویژه‌ای از جهان نیست، با جهانی شدن هرچه بیشتر سرمایه چنین پدیده‌ای نیز شکل جهانی به خودش میگیره. پیرهنی که در بنگلادش درست میشه هم سرمایهش، هم تکنولوژیش، هم طرحش، هم برنامه ریزیش، هم دیزاینش که چه نقشی روش باشه، برشش چطور باشه، رنگش چطور باشه، کیفیتش چطور باشه، از کجا پارچش خریده بشه، از کجا نخش خریده بشه، همه اینها در آفیس یا اداره فرزن هر شبه که والمارت تمام اینا تصمیم گیری میشه. زن بنگلادشی فقط نشسته پشت چرخ خیاطی 8، 10، 12، 14 ساعت با 15 تا 20 سنت کار میکنه و تمام ارزش اضافیش از درونش بیرون کشیده میشه و به جیب والمارت میره. چنین پدیده اینی شکل جهانی به خودش میگیره. در چنین شرایطی به همراه تمرکز سرمایه در چند کشور صنعتی اصلی، دانش، تکنولوژی، مدیریت، طرح و برنامه ریزی و خلاصه قدرت تصمیم گیری درباره سرنوشت تولید جهانی نیست. در همین چند کشور که یه زمانی G7 بود، بعد G8 شد، حالا G20 شده، کشورهای اصلی سرمایه داری. در همین چند کشور متمرکز و تنها انجام کار جسمی تولید، بخشی به کارگران این کشورها و بخش دیگران به کارگران کشورهای غیر صنعتی یا عقب مانده واگذار می شود. کل این مقاله را که من نوشتم مقدمه ای بوده بر ساخت اجتماعی اقتصادی ایران، که خب بخشی از چپ میگه که ایران کشوری سرمایه داری. حالا باید ببینیم چه نوع سرمایه داریه. بنابراین ما باید ببینیم که در سطح جهانی سیستم سرمایه داری چگونه عمل میکنه و چطور تولید که در یک کشور این خصوصیت را راده داشت با ورود دانش و تکنولوژی و تیلوریسم و فوردیسم چطور کارگر به زائده‌ای در خود امریکا تبدیل شد، ولی بعداً این تبدیل به یه مسئله جهانی میشه. البته ما فکر نکنیم که این جهانی شدن یه پدیده‌ای که از زمان ریگان به وجود اومده یا در زمان کلینتون و امثال ها. از بعد از فرزن از قدیم این بوده. اون موقع انگلیس در خود هند سرمایه گذاری میکرد، یعنی در حقیقت از صدور کالا تبدیل به صدور سرمایه شد، که من از زبان دکتر ابراهیم رزاقی چند بار صحبتشو کردم که رابطه بین کشورهای مرکزی یعنی به اصطلاح استعمارگر یا به اصطلاح کشورهای اصلی سرمایه‌داری و بقیه کشورها یعنی جهان سوم چه رابطه‌ای در طی قرون و اعصار داشته، که از 5 مرحله گذشته که ابتدا غارت بود، بعدش صدور کالا بود، بعدش صدور سرمایه شد و در نتیجه به اصطلاح اینا در مرکز تمام به اصطلاح هم مرکز سرمایه هست، هم عرض شود که مرکز تصمیم گیری طرح و برنامه ریزی و علم و تکنولوژی و اونای دیگه باید به اصطلاح فقط کار جسمیشو انجام بدن. نه تنها اون، بلکه تمام کارخانجات دودزا و آلوده کننده
عزیزان یه زمانی که دهه 60 که من اینجا بودم نیویورک یه شهر صنعتی بود و کلی آلودگی هوا داشت. الان که آدم میره هواش با وجود آن که تعداد اتومبیل ها فوق‌العاده زیادتر شده هوا بسیار پاکتر از دهه 60 عوضش و آب و هوایی به حساب تهران، جاکارتا، لاگوس، قاهره، عرشبت که و یا شانگهای و یا پکن آدم نگاه بکنه، یعنی تمام به حساب صنایع دودزا رو فرستادن به خارج. ارزش های اضافی هم اونجا تولید میشه ولی بر میگرده به کشورهای مادر. آنچه اکنون در سطح جهانی شاهدش هستیم چیزی جز این نیست، بخش تعیین کننده تولید که دانش، تکنولوژی، اطلاعات، مدیریت، طرح و برنامه ریزی است. به چه دلیلی که نمیخوان ما دانشگاهامون پیشرفت بکنه، علم و تکنولوژیمون پیشرفت بکنه، عرصه که خودمون تولید کننده علم باشیم و نه مصرف کننده و نشخار کنندهش، که هنوز تا حد بسیار زیادی همینطوره در ایران. تازه چین داره تولید کننده علم میشه، تازه، و اینا نمیتونن تحمل بکنن. یا مثلا ممکنه برزیل یا هند بخواد یه مقدار تولید کننده علم بشه، اینو نمیتونن اینا تحمل بکنن. به همین دلیلی که چین باید چیز بشه، محاصره بشه. و در درجه اول در 7 کشور اصلی صنعتی جهان یعنی G7 متمرکز است. پس از آن شمار دیگری از کشورهای کوچکتر اروپایی دارای بخشی از این تولیدند و آنچه برای اکثریت بزرگی از بشریت در کشورهای آسیایی به جز استرالیا و زلند نو، آفریقا و امریکای لاتین باقی میمونه زائده بدون دانش، بدون تکنولوژی و فاقد قدرت طرح و برنامه ریزی و مدیریته که تنها وظیفش انجام بخشی از کار جسمی و آن هم عقب مونده ترین، پست‌ترین، کثیف‌ترین و آلوده ترین بخش تولیدات کشورهای اصلی سرمایه‌دانی است. این است محتوای بنیانی تقسیم کار جهانی که بنیانگذارش در واقع آقای دیوید ریکاردو بوده که میگه هندیا خیلی خوبه که مثلا علف بچرونن، ما هم خیلی خوبه که پارچه براشون درست بکنیم. تقسیم کار. در یک سو این از محتوای بنیانی تقسیم کار جهانی در آخرین مرحله سرمایه داری. در یک سو سرمایه ثابت که اینا رو در قبل گفتیم، دانش بخشی از سرمایه ثابت میشه، با اینکه مربوط به کل بشریت بوده جذب سرمایه و سرمایه ثابت میشه. تکنولوژی، تمام اختراعات. عزیزان من مثال هر شبت که اینترنت رو زدم، مثال جنتیک انجینیرینگ، خود کشف دی ان ای و آر ان ای، مولکول دی ان ای و آر ان ای که به خرج واقعا مردم امریکا در همین دانشگاه در لاهویا بیشتر کارش و تحقیقش در همین جنوب کالیفرنیا در سان دیگو صورت گرفته، در منطقه لاهویا واتسون و کریک بیشتر کارشون اینجا انجام دادن. به خرج کی بوده؟ الان ده ها شرکت که فقط کارشون جنتیک انجینیرینگ هستش، از مونسانتو گرفته که انحصار تمام دانه های به اصطلاح کاشتی رو به دست گرفته و سلطه بر جهان پیدا کرده، یعنی تمام این دانش رو که مال مردمه به خرج مردم صورت گرفته، شرکت های خصوصی به دست میگیرن. دانش، تکنولوژی، مدیریت، طرح و برنامه ریزی رو، همه اینها رو در یک طرفه در چند کشور اروپایی و امریکایی و ژاپن، و در سوی دیگر سرمایه متغیر یعنی کارگرا که آن هم در مالکیت سرمایه‌دار، البته مزدشون اگه بهش بدن به صورت کار جسمی که نه تنها بی بهره از
دانشه که ازش گرفته شده، تکنولوژی، مدیریت، طرح و برنامه ریزی است، بلکه باید رنج طاقت فرسای عضلانی، عصبی و مغزی آن را افزون بر آلودگی محیط زیست و بردگی نوع انومین نیز باید به دوش بکشه. اما سرمایه ثابت جهانی تنها به تحمیل تمام این ستم‌ها و رنج‌ها به زائده‌های کار جسمی خود در جهان سوم، در کارخانجات مونتاژ و تولید تو گیومه دیگر بسنده نمی‌کنه، بلکه از طریق انتقال این تولیدات خود به جهان سوم به طوری حساب شده و منظم از دسترسی این زوائد جهان سومی به دانش و تکنولوژی و مدیریت و غیره و اینا جلوگیری میکنه. تمام احکامی رو که شما عزیزان برن و قوانین به حساب بانک جهانی، صندوق بین المللی و مخصوصا عرصه‌ای که سازمان تجارت جهانی رو بخونن، که میان تمام تکنولوژی های قدیمی و سنتی ما رو میدوزن به اسم خودشون چیز میکنن، ثبت میکنن، بعدش کسی مگه میتونه بره طرفشون؟ این طوریه. این بنابراین علت باز کردن این بحث راجع به ویژگی‌های بعدش، حالا دوباره من از جلسه قبل برمیگردم، ولی این مقدمه‌ای بود بر ساخت اجتماعی اقتصادی که اگه ما بخوایم ساخت اجتماعی اقتصادی ایران رو دریابیم، باید این نکات رو، یعنی تعریف کار رو، تعریف دانش رو، تکنولوژی رو، تولید رو باید بدونیم و اون وقت بفهمیم که چه نوع سرمایه‌داریه این که هنوز گرفتار ولایت فقیه مطلقه است. وقت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان امیدوارم که کمک‌های مالی برسه، به هر حال این هفته که زیاد نرسیده، ولی به هر حال تا برنامه عزیزان میدونن هر 9 شب تکرار میشه و بعد به مردم تیوی، دانشجو تیوی، سایت خودم mohit.gulshan.com و هر شبت که فیسبوک استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی خواهد را. تا هفته ای آینده، شب و روز عزیزان خوش.